محسن پرسیده که آیا ذات همان انتقال انتقال حافظه از نسل گذشته به فرزندان است یا از لحاظ علمی ذات واقعیت دارد اگر چنین است محل ذات در آناتومی مغز کجاست اگر از ذات ادراک نفس هستش که یه چیز جداگانه ای هستش اگر ذات منظور ژنوم آدم هستش خب مسئله فرق داره لغات فارسی معنی خاصی ندارن اون زمیر یا احتمالاً ذاتی که از خودمون درک میکنیم همون ادراک نفس هستش ادراک نفس خیلی جالب هستش احتمالاً شاید بیشتر از همه ذات رو بتونیم به همون زمیر یا ادراک نفس منصوبش کنیم ببینید هممون من, من ادراک نفس رو براتون میگم جنوم که خب اگر منظور از سرشت با یا جنوم باشه که خب مشخص هستش که از پدر مادرمون هر کدام 50 درصد کروموزوم از مادر یا میاد 50 درصد از پدر و اون وقت فقط ها هستش که از مادرها به ارث میرسه این این دیگه اصل وجودمون هستش که مدیریت و بهده داره ولی ادراک نفس که احتمالا همون ذات میشه گفت هستش این ساختارش کاملا مشخص هستش هممون متولد میشیم با یک نقشه ای که در شیار بین آهیانه ای قرار گرفته در لب آهیانه ای این, این نقشه به آگاهی نمیرسه اما دو تا هسته در پانس هستند که بهشون هسته پارابراتیال یا جان بازویی میگن این دوتا هسته یک نقشه مختصری از تمام حسایی که وارد بدن میشه به این نقشه میفرستنش به این داخل شیار داخل آینه ای اونو تغییر شکلش میدن و یک موج الکتریکی ایجاد میکنن که همون پدیده من لحظه هست یعنی اون لحظه هر, هر, نیم یک ادراکی از وجود خودمون داریم که حاوی تمام نماینگران محرکاتی هستش که از محیط بیرون و درون و از تفکرات وارد شده یعنی این سه تا ادراکی که داریم سه دست ادراک اینو تغییر شکلش میدن و همون من لحظه ای هستش من لحظه ای در شکنج زاویه به ادراک میرسه همون جایی هستش که اگر تحریکش کنن همون ادراک خارج از بدنم ایجاد میشه درش. حالا این منای لحظه ای در آگاهی هستند و این من لحظه ای از طریق هیپوکام، با تمام منهای لحظه ای که در تمام عمرمون داشتیم یه رابطه برقرار میکنن و همان ادراک نفسی رو میدن که همیشه از خودمون داریم و تا وقتی که مغزمون سالم هستش به طور لا، لایت غیر باقی میمونه یعنی همون هست همون ادراکی هستش که از ذات خودمون داریم و تغییر پیدا نمیکنه همین هستیم که هستیم حتی پیر میشیم مریض میشیم هر اتفاقی میفته ولی این منه تغییر پیدا نیستش حالا این اینم هم در, همون در احتمالا در این به با آگاهی میرسه چون در این هستش که ادراکات اشیایی وارد میشن حالا یک ادراک نفس دیگه هست و اون ارزشی هستش که خودمون به وجودمون میدیم و این هم بسیار متغیر شما ادراکی که از ارزش وجودتون دارید هر لحظه فرق میکنه و اینو قشر تحتانی این, این یک ارزش اجتماعی هستش نسبی هستش نسبت به اونایی هستش که در مقابلشون قرار گرفتین این ارزش و قشر حدقی پیشانی تعیین میکنه و تزریقش میکنه به همون ادراک منه و در ناحیه هستش به اسم پرکونوس یا جلو میخی این ارزش وجود خودمون در مقابل دیگران در ناحیه جلو میخی که در سطح داخلی لوب آهیانه در عقبش قرار گرفته این در اونجا یک موج الکتریکی ایجاد میکنه یه پدیدی ایجاد میکنه که ارزش ما در هر لحظه در مقابل دیگران چی هستش این احتمالا همون ذاتمون هستش که هر لحظه هم هم ارزشش عوض میشه و هم کیفیتش و همون چیزی که هر لحظه به در ذهنمون ازش آگاه هستی